سلام دوستان، امروز با هم میخوایم بریم واحد داخل واحد بستری، هم بچه ها رو یه نظر ببینیم، هم راجع به یکی از بچه ها که کاراش به اتمام رسیده، یه نتیجه گیری هایی شده و یکی از دوستان از آلمان به سرپرستیشو میخواد بپذیره و یه صحبت هایی شده راجع به این هاسکی صحبت کنیم. بریم داخل ببینیم چه خبره. وارد واحد بستری میشیم. خب راستی اون لیشو برام بیارمش، بذار لیشو بیاره. این بچه که اینجاست مهمون ماست، خانوادش رفتن مسافرت و اینو آوردن اینجا امانت گذاشتن. مرسی. خب داخل. هاسکی اصلا سخنگویه، از الان داره صدا میکنه. ببینم. بیا 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 بیا. او خودش رفت. خب بهتر. بیا بیا بیا. بیا ببینیم داخل اتاق. بیا داخل. بیا 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 داخل. خب باید من اون صندلی رو بگم بیارن. بچه ها اون صندلی چهارپایه رو بهم میدین؟ آره بذار اون چهارپایه رو بگیرم راحت بتونم بشینم راجع به این بچه با هم دیگه حرف بزنیم. هاسکی خوبی؟ این هاسکی داستان داره. متاسفانه پاش که قبلا شکسته بود انگاری جراحی شده، ولی اون لنگشش داره و از بین نمیره و دو تا دکترم بردیم، هر دوتا نظرشون این بود که دیگه نباید بهش دست بزنیم و هیچ فایده ای نداره و به همین صورت میمونه و ازش استفاده هم میکنه تا حدودی، ولی خب دیگه کاری نمیشه کرد، واقعا دیگه نمیشه کاری کرد. ببین تاریک نیست اینجا؟ من اگه اینجا وایستم خوبه؟ خوبه. مرسی مرسی. خب ببینم ببینم. اوه عجب چارپایی هم ده. چارپایی خوبیه. ببینم هاسکی. آره این هاسکی ما اگه فیلمشو ندیدید داستانشو نمیدونید، داستانش از این قراره که یک خانومی ایشون رو که از زندگی نامش خبر داشت و سرپرستشون میشناخت به ما این طور گفت که سرپرستش بعد از اینکه هاسکی تصادف میکنه، سرپرستش بعد از این مدت چند مدت اینو توسط یک نفر دیگه میبره جراحی میکنه، یعنی هزینه هاشو اون یه نفر دیگه میده. باز خودش دلش نیومد بابت جراحیش هزینه کنه و بعد از اینکه جراحی میشه میبینه که هاسکی لنگش داره و این لنگش پاش همیشه براش مونده و میمونه و تغییر نمیکنه. میره رهاش میکنه. این خانم این داستان رو میدونست و هم اون فرد رو میشناخت، هم میدونست که اون فرد این هاسکی رو داره. رهاش که میکنه اون خانم میبینه تو خیابون، میبینه که ای داده بیدادی هاسکی رو رها کرده و الان دیگه ممکنه هر روزی اتفاقی براش بیفته. چیکار میکنه؟ اینو میره میگیره، نجاتش میده و میاره پیش ما، همینطور که خودتون هم فیلمو دیدید میاره پیش ما. ما هم بالاخره بعد از این مدت نگهداری و رسیدگی و نه فیلماشو گذاشتیم. حالا یک دوست عزیزی از آلمان گفتن که من میتونم از این نگهداری کنم، سرپرستیشو قبول میکنم نگهداری کنم. الانم متاسفانه تو این داستانهای جنگ بین ایران و اسرائیل، این موشک میزنه اون موشک میزنه، تمام پروازهای ایران به اروپا کنسل شده و فقط یک به شرکت هواپیمایی ترکیش مونده و اونم که خود مردم زیاد نمیرن و نمیان، خود مردم نمیرن و نمیان، کلا سفرها کم شده و کلا داستان خوردیم. چون خیلی از بچه‌های دیگه، بچه‌های ما و بچه‌های مردم، خیلی از بچه‌های دیگه الان واقعا سرگردانن، نمیدونن که چه بکنن چه نکنن. واقعا متاسفانه تو هر بحرانی که پیش میاد هم انسانها ضربه میخورن هم حیوانا، یعنی هر بحرانی که پیش میاد به ضرر همه است و واقعا مشخص نیست که تا کی میخواد ادامه دار باشه. ولی من از صمیم قلبم دعا میکنم که همه چیز به خوبی پیش بره، یعنی هر پایانی که قرار داشته باشه در هر تاریخی به خوبی باشه، به نفع همه باشه، به نفع کل
طبیعت و اجزای اون باشه به امید خدا. بشین بابا، بشین. بشین، بشین، میخوای بشینی، بشین. بشین، بشین، بشین. میخوای بشینی؟ با چی کار کنی؟ میخوای چی کار کنی؟ هر طور راحتی هم اونطور باشه. چقدر خوشگله. یکی از مشکلات ما که درد اینا رو میدونیم اینه و مشکلات خود این نژاد هاسکی اینه که در مناطق گرمسیر کل دنیا و بالخصوص در ایران از اینا نگهداری میکنن. ایران هم کلن کشوریه که گرمسیره، مناطق گرمسیرش خیلی بیشتره نسبت به مناطق سردسیرش. ما کلن 3 تا استان 4 تا استان داریم که سردسیرن و در سال 6-7 ماه سردن و که همون هم شمال ایران، شمال غربی ایرانه و استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و یه استانی که حالا قسمتی از استان گیلان که بعد کردستان و اینا هم هستن. بیا هسکی، بیا 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 که خدمت شما عرض کنم که سردسیرم. ولی در هر حال جای هاسکی در ایران نیست متاسفانه و تنها جرم این هاسکی ها زیباییشونه، زیباییشونه، این چشماشون و رنگبندیشون و کلن زیباییشون جرمشون. متاسفانه همین زیبایی کار دستشون داده و مردم هم متاسفانه میگن ما حیوان دوستیم. خیلی از مردم فقط حرفن، میگن ما سگ دوست داریم، در صورتی که خیر این سگ هم مثل موبایل میبینن، مثل ماشین میبینن و اگر زیبا نباشه، اگر جذابیتی نداشته باشه، اگر نتونند به پوزشو بدن بین مردم، اصلا سگ نمیارن. من افرادی رو دیدم که خودشون سگ دارن، سگ نژاددار، حالا یه اصطلاح داره مثلا سگهای مختلف دارن، ولی نسبت به سگهای بومی یا سگهای آزاد یا سگهای خیابانی گارد میگیرن و به اونا ظلم میرسونن، اونا رو با لگد دور میکنن، با لگد دور میکنن یا حتی بهشون سنگ هم پرتاب میکنن، ولی نسبت به سگ خودشون میگن ما سگ دوستیم. نه، این سگ دوستی نیستش که شما بیاید فقط نسبت به یک سری سگهای نژاددار که فکر میکنید از لحاظ مالی براتون ارزشمنده نسبت به اونا حساسیت نشون بدید. خیر، این درست نیست. ما باید فرهنگسازی کنیم که اولا مردم این نگاهشون رو تغییر بدن، این دیدشون نسبت به این نژادپرستی تغییر بکنه که متاسفانه خیلی کار داریم و ولی من امید دارم بالاخره یه روز درست میشه. حالا صحبت همین نژاد هاسکیه، واقعا جاشون اینجا نیست، در ایران آسیب میبینن. یکی از دیگه مشکلات ما اینه که یک سری افرادی که سگ فروشند در ذهن مردم اینطور نشوندن، در ذهن مردم اینطور جا انداختن که نه، نژادهای هاسکی به مرور زمان نسل در نسل که در این محیط به دنیا اومدن به همین محیط عادت کردن و دیگه الان پوستشون و موهاشون نسبت به این محیط رشد کرده، شکل گرفته و گرما بهشون آسیب نمیرسونه، در صورتی که کاملا اشتباه است. ما داریم میبینیم که اینا دارن عذاب میکشن. و اینم بگم من با دامپزشکا صحبت کردم، خیلی از دامپزشکا میگن در طول سال کلی هاسکی میارن اینجا گرمازده میشه، مخصوصا در جنوب کشور کلی میارن گرمازده میشه و میمیره، صداش در نمیاد، کسی خبر نداره. کلی از هاسکی ها حتی در همون زیر سن 6 ماهگی میمیرن، صداش در نمیاد و کسی نمیدونه. ما میدونیم متاسفانه. باز اینا رو هم بگید، یک عده هنوز میخوان اون نژادپرستی، اون زیبایی پسندی باشه. زیبا پسند باشید، خیلی هم خوبه، زیبایی رو دوست داشته باشید، طبیعت زیباست، ولی چرا اینو قبول نمی کنید که سگهای بومی، سگهای همین کشور، سگها با رنگمندی‌های مختلف هم زیبان، با نژادهای مختلف همه زیبان، همه زیبان، همه مخلوق خداوندن، همه رو خداوند اگر میگفت این زشته من اصلا نمی آفرید. خداوند فقط زیبایی می آفریده، خداوند نوره و از نور جز زیبایی چیز دیگری به وجود نمیاد. تمام شد رفت. پس بیایید قبول بکنیم که از نگاه ما فقط این زیباست. بله این زیباست، ولی بقیه هم زیبان، باید احترام گذاشت. یکی از مشکلات ما اینه که حالا خدا را هزاران مرتبه شکر در این 10-12 سالی که داریم به صورت حرفه‌ای فرهنگسازی میکنیم، خیلی از مردم تغییر کردن، اینو داریم به چشم میبینیم، خیلی ها تغییر کردن و
و به سمت خوبی داریم پیش میریم، ولی هنوز خیلی کار داریم، خیلی کار داریم. من از صمیم قلبم، از صمیم قلبم این آرزو رو دارم و این دعا رو هر روز میکنم که یک روزی فرا برسه، یک روزی فرا برسه که مردم هر کشوری، اول از همه سگهای بومی، سگهای آزادی که در سطح کشورشون و شهرشون وجود داره، اونا رو به سرپرستی بگیرن، نگهداری کنن. و نه اینکه سگ فروش یا کسی که سگها رو توله کشی میکنه، جفتگیری میندازه، هی سالی چندین بار این کارو بکنه، بچه‌ها به دنیا بیان، بعد بره دنبال مشتری بگرده. نه، این اشتباه است. چرا؟ چون که بعد که میبینه مشتری نداره، یه طوری باعث میشه که اونا بمیرن یا وقتی بیمار میشن پیگیر درمان اون حیوانات نمیشه و میمیرن، با درد و زجر میمیرن. من امید دارم به امید خدا همه این فرهنگ سازی ها هر چه زودتر و به خوبی پیش بره تا ما هم شاهد یکم شادی باشیم. ببینید، چون همیشه گفتم و باز میگم، تا زمانی که ما همه با طبیعت و اجزای اون مهربان نباشیم، هرگز رنگ آرامش، آسایش و امنیت را نخواهیم دید. ما باید به طبیعت و اجزای اون احترام بذاریم که مادر طبیعت هم به ما احترام بذاره، به ما حال بده. دیگه هر رفتی برگشتی داره دیگه، تموم شده. خب حالا میرسیم به یه هاسکی که به امید خدا هر چه زودتر برامون دعا بکنید که این بچه هم به خوشبختی برسه. بعد جنبندی میکنم، حرف برای گفتن همیشه زیاده. این هاسکی از امروز قرار شد که من هر روز بچه ها رو معرفی کنم، بازی های بچه ها رو نشون بدم، سرنوشت بچه ها رو بگم، چی شده، چی میخواد بشه، یه حالا اینطوری بگیم یه گزارشی، ولی بیشتر گزارشی نه، این جمله، این کلمه خوشم نمیاد، بیشتر دور همی دوستان است که با هم بشینیم و راجع به بچه ها با هم صحبت بکنیم. حالا امروز چه راجع به این هاسکی صحبت کردیم. با امید خدا هر کدوم از بچه ها چه واگذار میشن، چه قرار دوباره برن سر همون محیطی که بودن برگردن. راجب همه شون کم کم میریم جلو صحبت میکنم. حالا راجب اون موضوع هم صحبت میکنم که داستان چیه، بعضی ها دوباره برمیگردن در همون محیطی که بودن. در یه فیلم دیگری راجب اون موضوع هم صحبت میکنم. امیدوارم تا اینجای فیلم ما رو دیده باشید و نظرتون حتما به من بگید راجب اینجور فیلم ها چیه، دوست دارید باز ادامه بدیم یا نه. خیلی خوشحال میشم. این هاسکیرم ببریم تو اتاقش. بیا بابا جان، بیا، این دوست داره اینجا باشه. میخوای یکم اینجا باشی؟ آره؟ ها میخوای؟ بیرونه ببینی؟ خوشت میاد؟ آره؟ ببینم، ببینم، بیا بالا ببینم، بیا بالا ببینم، میای؟ ببین از همون پاش استفاده میکنه. الان داشت با همون پاش پشت گوششون میخارون. خب این نشانه خوبیه. ولی خب متاسفانه کج شده. نگاه کنید، بد مونده. فرمش رو از دست داده. بد مونده. واسه همین به این حالت نگه میداره. آره جانم هاسکی، میگم باز گفتم این جرمشون زیباییه دیگه، انشالله که همشون خوشبخت باشن. حالا میلیون ها، میلیون که دروغه، صدها هزار از این سگا هستن، ما خبرشو نداریم. ما ببینید در جنوب کشور من رفتم، خیلی گرمه اونجا، هوا بالای 40 درجه است. صدها هزاران هزاران نژاد هاسکی و نژادهای دیگری که به گرما حساسن متاسفانه اونجا نگهداری میکنن و در شرایط بسیار سخت، و کلیشون هم متاسفانه تعداد زیادی از این سگا در سال اونجا دارن میمیرن. امیدوارم یه روزی این تغییرات رو ببینیم که اونا هم به راه راست هدایت بشن و دیگه چنین کاری انجام ندن. به امید خدا. قربون شما، برامون دعا کنید و به امید روزهای خوب برای همه موجودات دنیا. خداحافظ.